أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. آيات نزدي سورة آل عمران. در این سورت مقاصد اربعه که چهار موضوع محوری بود: اثبات عقیده توحید و رسالت، قتال بخاطر حاکمیت دین الله، و انفاق فی سبیل الله، مال مصرف کردن. این چهار موضوعات بیان میکند. هدف در این سورت رد یک نوع شرک، شرک نصارا، و انواع شرک رد میکند، خصوصا شرک نصارا، نصارا یا مسیحی ها، عیسوی ها را که با امرای رسول الله صلی الله مناظره کردن، این رد میکند. و دیگه ای که جنگی که در احد صورت گرفت و مسلمان ها تکالیف دیدن، مسائل قتال را بیان میکند که در جنگ مؤمنین کشته میشن یا ضایع میشن، چه حالت است، چرا بعضی وقت مؤمنین شکست میخورن. بسیار حکمت ها را بیان میکند که مؤمن دائم شکست نمیخوره، الله امتحان میکند. بعضی وقت شکست ولی پیروزی حتمی است، امتحان میکنه الله متعال، تکلیف ها را میاره، ولی تکلیف هم بخیر مؤمن است. در آیت قبلی الله اعلان کرد که شهد الله انه لا اله الا هو، خبر داده گیس الله، حکم کرده، بیان کرده گیس که غیر از الله لا اله، انه الله ذات است که لا اله الا هو، نیست حقدار عبادت مگر الله، و الملائکتو، ملائکا شایدی میتن که الله واحد است، معبود واحد در کائنات فقط الله است، و اولو العلم، اهل علم، صاحبان علم، کسایی که قرآن میفهمن، وحی سنت، اینام شایدی میتن، قائما بالقسط، دیگه شایدی میتن که الله بعدل استوار است، هیچ ظلم نمیکنه، لا اله الا هو العزیز الحکیم. علامه قرطبی در فایده از این یک فایده را بیان میکنه در ارتباط می آیت، بسیار واقعا عجیب است که میگه در می آیت که شهید الله دلیل است به فضیلت علم، علم برتری دارد و شرف العلماء، علماء برتری دارند، علماء بسیار با عزت هستند پیش الله. چرا؟ فإنه لو کان احد اشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائکته. میگه اگر کسی معزز می بود پیش الله از علما کرده، اگر کس دیگه می بود، لقرنهم، حتمی الله اینا را یک جای می کرد به اسم خود و اسم ملائکا. دوم جدید شهید الله انه لا اله الا هو والملائکتو، الله شاهدی می تا و خبر می تا، ملائکا شهادت می تا، و اولو العلم، اهل علم، الله به امرای خود و ملائکه یک جای کرده. کما قرنه اسم العلماء، اسم علماء را الله یک جای کرده است. و یکفی فی شرف العلم، کفایت میکنه در شرف علم، می قول نبی، قوله لنبی، حکم الله برای پیامبر که الله حکم میکند، و قل رب زدنی علما، بگو ای رب زیاد بکو علم مرا. رسول الله تا مرگ علم طلب میکند، الله برش گفت بگو که علم زیاد کن، و می خاطر تا آخری حیات که دنیا می رفت وحی را بیان کرده گیست. اما آخری حدیث عایشه رضی الله عنها روایت میکنه که رسول الله چی گفت؟ کسایی که شرک میکنن قبور انبیاء خدا را مسجد جور میکنن، معبد جور میکنن، اونا را گفت که لعنت الله علی الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. یعنی تا آخر برش وحی می آمد تا که دنیا رفت، زیرا ای گفته بود که علم مرا زیاد کن. و دیگر رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید ان العلماء ورثة الانبیاء، علماء وارثین انبیاء است، انبیاء کس پول و پیسه را بعد از خود نمی مانند، و انما ورثوا العلم، علم بعد از خود می مانند. و اینا کسی که علم وحی را دارد، این مثل به درجه نبی در عقب، بسیار به نبی نزدیک است. صفت نبی در یه صفت نبی پیامبر چیست؟ علم است، علم وحی، این بسیار درجه داره. و حدیث ابن مسعود است که ان من قرأ
قوله تعالى ما کس که بخواند تیر شهید الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم فانه یجاو به یوم القیامه، یادم آورده می شود در روز قیامت. فیقول الله تعالی، الله میگوید که عبدی عهد الی عهدا و انا احق من وفا ادخل عبدی الجنه، بنده ما یک عهد و پیمان کرد به ما که یعنی علم یاد گرفت و بیان کرد و عمل کرد و انا احق ما بسیار سزاوار استم وفا که من پورا بکنم وعده خود را. یعنی او چیز وعده ای بود که ما به این مردم وعده دادیم که داخل دخول اولی جنت، ادخل عبدی الجنه، بنده مرا در جنت داخل کنین. یه حدیث امام تبرانی در کبیر روایت کرده است، معجم الکبیر. باز یک شعر هم بیان کرده بعض علما که عقل و علم میگه باید دیگر اختلاف کردن که کدام ما بهتر هستیم. بالاخره میگه علم برتری حاصل کرد. عقل گفت که ما فرق میکنم، گفت صحیح است خوب و بده، ولی علم که بود راه درست میتونی درک کنی. تن و عقل کفایت نمیکنه به هدایت انسان. یعنی بسیار اونا مارکس، کارل یهودی که رهبر کمونیستا، لینین عقل داشتن، اما ای تو بیدینایی که از خالق منکر بودن. ولی فهمیده میشه که عقل انسان به تنهایی هدایت کردن نمیتونه. علم اگر نبود، روشنی وحی، هیچ انسان به راه درست نمیره. امیال 5.5 میلیارد کافر یا 6 میلیارد چرا کافر است؟ به خاطر عقل دارن ولی علم وحی ندارن، به می خاطر اونا ماندگی استن. قبلا دلایل توحید الله بیان کرد، ولی این را بیان میکنه که دین و آینه که پسندیده است فقط اسلام است. هر وقت که رسول الله در مدینه آمد، علمای یهود گفت که تو محمد هستی؟ گفت بله. گفت تو احمد هستی؟ گفت بله. گفت که ما از تو سوال میکنیم که شهادتت چیست؟ گفت شهادتم اینست که شهید الله و انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. اینا خوب شناختن که رسول الله سلام است، ولی ایمان ناوردن. الله رد میکنه که بدترین کافرها کسایی هستند که میگفتن نحن ابناء الله، ابناء انبیاء، ما فرزندای انبیاء هستیم، ما فرزندای الله هستیم، ما محبوبین الله هستیم. الله میگه اگه ای طور هستین، دین پسندیده خو اسلام است، همی بود. شما چرا دیگه دین جور کردین؟ یهودیت، نصرانیت از پیش خود. این دین عند الله الاسلام، بدون شک دینی که مقبول است. دین اینجا قانون شریعتی که عند الله مقبول است، به نزد الله الاسلام، فقط اسلام است. لا دین یرضی الله سوى الاسلام، لا دین یرضاه الله، نیست دینی که الله را انتخاب کرده باشه غیر از اسلام. ان الدین، ان کلمه تاکید، الدین معرفه است، الاسلام معرفه، معرفه که مبتدا و خبر هر دوش باشه معنای حصر را میرسان. حصر یعنی انحصار دین برحق در اسلام است، و انحصار اسلام در دین برحق. دین برحق فقط اسلام، دیگه دین نیست. دیگه دینی که مردم نام ماندن یهودی، بودیزم و دیگه ادیان وزی، هندویزم و کانفوسیوس و یهودیت و نصرانیت، یا کلش مردم از پیش خود جور کردن. دینی که مقبول است پیش الله فقط اسلام است. و مختلف اسلام چقدر خوب در لغت به معنی تسلیم شدن، امن و امان، سلامتی. و مختلف الذین اوتوا الکتاب، اختلاف نکرد کسایی که به اونا کتاب داده شده بود. الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد از اینکه برشان علم آمد، بغیا بینهم، از جهت حسد و کینه که داشتن در بین یا مسلمان ها. و من یکفر بآیات الله فان الله سریع الحساب، هر کس انکار کند به آیات الله، الله زود حساب میکند. خب دین مقبول و پسندیده از اسلام است، الله می دین انتخاب کرده. ابراهیم علیه السلام هم گفت که رب اجعلنی و من ذریتی امتا مسلمه، اولادی مرا به امرای امت مسلمه بگردان، مسلمان. و از قال الله، الله بر ابراهیم گفت که اسلم، اسلام بیار. قال اسلم تو لرب العالمین. ابراهیم علیه السلام مسلمان بود. و جعلنا مسلمین، دعا میکرد ما را مسلمان بگردان، و دینشان اسلام بود. اما کی اختلاف کرد؟ الله میگه علما اختلاف کرد، اهل کتاب، کسی که کتاب آسمانی داره، هیچ کفر قبیح هست.
یعنی از حق اگر جاهل انکار کند خیلی چیزی، اگر عالم قبول نداره. یهود که بود عالم بودن، یهودی ها عالمانه کفر کردن، این بسیار خطرناک. الله یار سخت جزا میده. همین ما داریم، ما شما علمای درباری و مختلف الذین اوتوا الکتاب، اختلاف نکرد اهل کتاب. اهل کتاب کسایی که برشان کتاب داده شده، جد قباعتشان اوتوا الکتاب میگه، یهود نصارا. در چی اختلاف نکرد؟ در کار اسلام و نبوت رسول الله صلی الله علیه و آله، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد از اینکه آمد به اینا علم، وحی آمد، قرآن آمد، پیامبر آمد، این دلایل روشن آمد، خوب شناختن. چی معنا؟ فلم یکن کفر من شبهت و خفا، کفرشان از خفا و شبهه نبوده، شبه باشه و انتقاد باشه، شک باشه، ای تو نبوده. انما کان استکبار و عناد، کفرشان از چی بوده؟ استکبار، کلانکاری، عناد، بغیان یعنی زد، حسد، کینهی که در بین از اینا پیدا شده بود با مؤمنین، با مسلمان ها حسد داشتن، محبت ریاست، قدرت. رسول الله صلی الله علیه و آله که آمد رئیس مدینه شد، اینا ایت شدن به خاطر محبت ریاست قدرت قبول نکرد، زد و عناد. نه نمی شوق قدرت، بسیاری کسا رو شوق قدرت دنیا خراب کردن از پذیرش حق، دنیا باشه. این صفت یهود است، به خاطر قدرت دنیا حق نمی پذیری، اسلام نمی پذیری. این صفت کی است؟ یهود است، بدترین کافرها. اللهم شما را از صفات نجات بده. و من یکفر بی آیات الله فإن الله سریع الحساب، هر کسی کفر کرد با آیات الله، یعنی کفر انکار کرد، فإن الله سریع الحساب، بدون شک الله زود حساب کننده است. یعنی اینا کلشان پیش الله میره، الله زود با امرای زینا حساب میکن. الله ای تو کافرها را جزا میده، عالمانه کافر شدن، توبه. امیال بسیار مردم داریم ما شما می صفت دارم. فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اگر اینا گفتگو بحث کردن با امرای تو پیامبر، تو غمگین نشو. فقل بگو اسلمت وجهی لله، متابع کردیم ذات خود را و روی خود را برای الله. و من اتبعن، کسای کتاب دارای مست و هم تابع الله هستن. و قل للذین اوتوا الکتاب والامیین، بگو برای کسایی که به اونا کتاب داده شده، یهود نصارا، والامیین عرب های بتپرست بی سوادارا، اسلمتم، آیا شما اسلام ما قبول میکنین یا نه؟ فاین اسلمو، اگه اینا اسلام آوردن و منقاد شدن، تابع شدن، فقد اهتدوا، بدون شک به هدایت شدن. و این تولا و گیراز کردن، قبول نکردن، فانما علیک البلاغ، جز نیست به بالای تو تبلیغ از، غمگین نشو. والله بصیر بالعباد، الله بیننده است، بنده های خود را میبینه. حال الله قباحت دیگه از اینا رو بیان میکنه. هر وقتی که ثابت شد که الله در عبادت واحد است، دین هم اسلام است، حق بیان شد، حال میگه دعوت بتیم. با وجود از این هم که اینا انکار میکنن، بحث میکنن، اگر بحث کردن بگو ما تابع اسلام است، تو دلت هر چی که است. اگر کسایی که تابع دارای ماست، اونا برای اسلام روان است، قبول دارین اینا؟ ندارین؟ الله میفهمه با امرای شما و دلالت هستین، الله اعمال شما را میبینه. فإن حاجوک، اگر مجادله کردن، حاجو از حجت، حجت دلیل پیش کردن هم میگه، محاجه یعنی دلیل پیش میکنن، بحث میکنن، دلیل خونه دارن. اما هر کافر هم گفای خود دلیل میگه، هرچی که باشه میگه ما دلیل داریم از خود. مجادله میکنن با امرای تو، ای پیامبر محمد، فی شان دین، در ارتباط دین اسلام، کی دین حق نیست، یهودیت است یا نصرانیت است یا کمونیسم است یا سکولاریسم و غیره. فقل بگو ای پیامبر، اسلمت وجهی لله، ما بنده الله هستم، تابع کردیم روی خود را، توجه خود را برای الله، کل توجه ما برای الله. وجه که تابع باشه کل بدن می باشد تابع، وجه ما، روی ما، توانایم کلش برای الله است، یعنی به کل وجود به الله تابع هستم و عبادت خالص برای الله میکنم. اسلمت وجهی لله، تا
منقاد کردیم روی خود را، ذات خود را لله خالص برای الله، فقط عبادت الله را میکنم، اطاعت برای الله میکنم، رکوع سجده با الله میکنم. این تو ذاتی که شریک نداره، زن نداره، اولاد نداره. و من طبعا و کسایی که تابع داریم، یعنی من خود را تابع کردیم و من کسایی اتبعنی که تابع داریم من را کردن. سه کجا قرآن شهادت میده به ایمان صحابه، چقدر جای ها میاید، بسیار جای ها میاید. افسوس به دشمن های صحابه، کسایی که با صحابه دشمنی دار. رسول الله صاحب میگه این هم آیت های مدنی است، نه در این بعد از جنگ احد نازل شده. میگه تابعدارای ما اسلم تو وجه لله و من اتبع، ما هم تابع کردیم روی خود را، ذات خود را بر حکم الله منقاد تابعدار است، هر فرمانی که الله صادر میکنه قبول دارم. و تابعدارای ما هم میتور است به ملت اسلام است، منقاد هستن، یعنی ما و شما باید هم میتور باشیم. او آخو صحابه بود، ما و شما که میگیم ما به منهج صحابه میریم باید هم میتور باشیم. و قل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم، و بگوید برای کسایی که به اونا کتاب داده شده، یهود نصارا والامیین، امی منصوب به سیوم بی سواد، عرب ها مشهور به امی بودن، اکثرش بی سواد بود، علم هم داشتن ایتو ولی علم کم بود. امیین یعنی بت پرستای عرب، کافرای بی کتاب، اوتل کتاب کافرای با کتاب، یهود نصارا کافرای بی کتاب، مشرکین مکه و دیگرا، حالی این دوا و بودایزم و کنفوسیوس و این قدر کمونیزم و سیکولارزم و این یک کافرهای بی کتاب است. چی بگوید برای از اینا؟ اسلمتم یعنی دعوتشان بته، آیا اسلام شما قبول میکنین یا نه؟ یا در کفرتان باقی میمانین؟ در حالی که دلایل برتان آمده که واجب میکند که شما اسلام قبول کنین. فإن اسلموا، اگر اینا اسلام آوردن و قبول کردن و منقاد شدن به دین الله کتاب الله مثل که شما اسلام آوردین، فقد اهتدوا، بدون شک اینا به هدایت شدن، بر خود نفرسانیدن و ضلالت نجات یافتن، از تاریکی های کفر نجات یافتن. اگر اینا هم اسلام آوردن، تابع شدن، منقاد شدن مثل شما، فقد اهتدوا، بدون شک به هدایت شدن. و این تولا، و اگه اینا ایراز کردن، اسلام ناوردن، قبول نکردن مثل که دیگه کافرها ایراز کردگیست، در کفر خودان باقی ماندن، تو غمگین نشو، فلا تحزن. چرا؟ فإنما علیک البلاغ، جزی نیست، با بالای تو واجب رساندن است، با بالای تو فرض واجب چیست؟ تبلیغ است، رسانیدن قرآن و سنت است، بس. در این جمله تسلیس به رسول الله سلام، این که قبول نمیکنه تو غمگین نشو، کافر از دنیا کافر تیر میشه، بان تیر شد. والله و بصیرم بالعباد، الله میبیند بنده های خود را. اینجا تخویف از در این جمله، یعنی الله میبیند که کی برای درست روان است، برای هدایت، کی برای دلالت روان است. الله که میبیند عالم است به تمام احوال مخلوق، پس جزا میتشان، جزایشان میته. و اگر کفر بکنه و کسایی که ایمان آورد اونا رو نعمت ها رو الله برش میده. از رسول الله هم روایت شده گیست که هر وقت پیغمبر هم میگه یا آیت خان به اهل کتاب و قالو گفتن اسلامنا، صحابه گفت که ما اسلام آوردیم، فقال علیه الصلاه و السلام، میگه رسول الله هم به یهود گفت اتشهدون ان عیسی کلمت الله و عبد و رسول، یهودی ها رو شایدی میتین اعلان میکنین که عیسی کلمه الله است، یعنی به حکم الله پیداشت، بندش است و رسولش است، پیامبرش است. فقالو گفتن معاذ الله، پناه میخواییم که شایدی رو. این بیدین ها میگفتن که عیسی که است ولد زنا صلی ازو، پیامبر ایچ میفتن حرامی است. فقال نصارا، بل نصارا گفت، نصارا مسیح و عیسی، اتشهدون ان عیسی عبد الله و رسوله، شایدی میتین که عیسی بنده الله است و رسول پیامبرش است، یعنی ابن نه. فقال و گفتن معاذ الله، یام گفت پناه میخواهیم از الله که تو شایدی، ای تو عقیده کنیم ما که بندهش است و رسولش. ای یکون عیسی عبدا لله، به میخاطر الله گفت و این تولو، اگر اینا ایراز کردن، اینی آیت گفت نازل شد، فإنما علیک البلاغ، اینا قبول نکردن. همی دعوت برش داد نه رسول الله سلام،
وقل للذين اوتوا الكتاب والأمين اسلمتم و اسلام میارین؟ و گفتن نه ایراد نمیاریم. اونا چی گفتن؟ عیسی ابن الله است، عیسی خودش الله است، وی تو کافر و افراد کردن، اینا تفرید کرده بار عیسی، هر دوش کافر شد. افراد تفرید در اسلام نیست، ممنوع است. ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم. بدون شك ساي كفر كردن بايات الله، انكار كردن. ويقتلون النبيين، ميكوشن انبياء بغير حق بدون سبب جرم. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ميكوشن كسايرا كامر ميكونه مردما بعدل وانصاف من الناس انسانا و دعوتگرارا. فبشرون به عذاب علیم، خوشخبری بده اینا را به عذاب دردناک. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین. اولئک من کسایی که انبیا و دعوتگرارا میکشن، الذین کسایی هستن حبطت اعمالهم که برباد شده ایست اعمال نیکشن، فی الدنیا والآخرة در دنیا و آخرت. وما لهم من ناصرین، نیست برای از اینا کسی مددگار که از عذاب الله اینا را نجات بده. نجات نمیافنی کافرا. در این الله رد میکنه به بالای زینا، نه که ایمان ناوردن، بعد انبیا را کشتن اینا. آیات الله را انکار کردن، انبیا را کشتن، دعوتگرا را کشتن. ایمان هم خود نمیاره، حتی دیگرا را هم نمیمانه که حق بیان کن. یهود نصارا ای تو کافر هستن، امیال هم ای تو کافر ها. چقدر دعوتگرا را میکشن، چقدر وارثین انبیا علمای برحق میکشن، بندی میکنن، مجازات میکنن. الله اینجا دیگه فضیلت علما را بیان میکنه و کسایی که مردم از گناه ها مانی میشه، امر میکند به قرآن اسلام، نهی میکند از کفر شرک و گناه ها. ان الذين يكفرون بآيات الله، کسایی کفر میکنن به آیات الله. آیات الله یعنی تکذیب میکنن. آیات الله قرآن و سنت، آیات الله قرآن است، چنانچه که شرحش است احادیث، انکار میکنن، قبول نداره. و یقتلون النبیین بغیر حق، و میکشن انبیا را به ناحق. انبیا ناحق چی؟ بدون جرم، بدون سبب. جرم از اینا چیست؟ فقط دعوت میتا مردم را به راه هدایت، راه سعادت، خوشبختی، خیرخواه مردم از انبیا. یقتلونه دلالت باینده میکنه، اشاره به سوی عزیز که قبلا هم کشتن، آلی هم. حتی رسول الله هم تلاش کردن در میمانی که زن یهودی در جنگ خیبر داده بود، بعد از فتح خیبر دو زهر انداخته بود و او را به رسول الله صلی الله علیه و آله داد. باز گفت چرا این کار کردی؟ گفت من گفتم اگر تو نبی برق باشی نمیموری، اگر نباشی از غمت بیغم میشه. اینطور و رسول الله صلی الله علیه و آله با آثار زهر که در وجودش بود، با مو اساس، با مو از دنیا رفته گشت. یا انبیاء خاتم النبیین این کافرا کشتن. و یقتلون النبیین، میکشن انبیاء را بناحق. باز اینجا مفسرین میگه ابن کثیر، هم الیهود قتلوا زکریا، زکریا علیه السلام قتل کردن، کشتن. و ابنه یحیی، یحیی علیه السلام بچه خالی عیسی علیه السلام. و قتلوا انبیاء الله، انبیاء الله را، شمعون و حزقیل و ارخیا و بسیار انبیاء. ابن کثیر میگه قتلت بنو اسرائیل، میگه کشت اولاد یعقوب یهودیا 300 نبیین، 300 پیامبر کشتن. و در یک روایت میگه که در سر صبح 43 پیامبر کشتن، 43 نبی را سر صبح کشتن. الله بیش از 100 دعوتگر روان کرد با دیگر، او آرام کشتن. و قام و سوق بقلهم من آخره بقلهم، و با دکانهای خدا نه داخل روز باز میکردن، نمیتون بیا را میکشتن و دعوتگرا را میکشتن. و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، میکشن کسایی را که امر میکنن مردم به عدل، سایک بالقسط، به عدالت، به وحی من الناس از انسان ها. یعنی کسایی که امر به خیر و عدالت میکنن، سایک ای قدر که گم تو میگه عدالت، دروغ میگه ظالما. کسی که میگه عدالت میخواهیم بین به نظام عدل الهی، اینه میار میکشن. کسایی که مردم به عدالت دعوت میداد، اینا را میکشن. الله از این فهمیده میشه که این دعوتگرا را بعد از انبیاء الله آورد. دیدین چقدر درجه داره؟ انبیاء را کشتن، کسایی که امر مردم را به عدالت و انصاف با وحی میکردن، اینا را کشتن. انبیاء مردگیست در راه دعوت و دعوتگرا علمای برحق هم مرده. توی بسیار درجه داره، بسیار، شهادت از شهادت. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه افضل الجهاد،
کلمت الحق عند سلطان جائر. کسی که ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله، فی سبیل الله میس اموات نگوییم بخاطر حکمت دین الله کشتم میشه، نمیام شهید است. بسیار درجه داره. شما هم کوشش کنین که همیتو از جمله کی باشین، یا امرونا بالقسط باشین. خیر است اگر مردین بسیار درجه، بیز مرگ تعیین است، از پیش نمیمری، مرگ دم وقتش میرسه که درای حق انسان مرگش بیاد، ای بسیار درجه داره. فبشرون به عذاب علیم، خبر به تیناره با انچه کیناره خوش میسازد که عذاب است. عذاب چیست؟ درد دهنده است و توهین کننده است. در اینجا الله ایناره استیزا میکنه برشان، قار از سرشان، میگه عذاب دردناک میایی. اگر نید عذاب خوب بشارت نیست. اینا مستحق عذاب چرا شدن؟ زیرا سین و جرم، کفر به آیت الله، قتل انبیا، قتل دعات، قتل دعوتگرا. و این قتل انبیا و دعوتگرا سبب چی شد؟ اولئک الذین حبطت اعمالهم، این کسا برباد شده، بی اثر شد اعمالشان در فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت. کدام اعمال نیکی که داشتن هیچ آثارش در دنیا و آخرت نمانده، فقط لعنت و رسوایی، دیگه چیز نمانده. امیال کسایی است که دعوتگرای بر حق میه بکشین، بزنین، بند کنین، نه درسش بند کنین، دعوتش بند کنین. الله میگه اعمال نیکش برباده. 14 سال هم جهاد کرده باشه هیچ، 14 سال جهاد، 30 سال جهاد، 20 سال اجرت، نه هر چی کردی هیچ، ریشت سفید شد، طالب ضد اسلام شدی. اولای که حبطت اعمال هم، اعمال نیکش، جهادش، حجش، نمازش برباد است. فی دنیا و الاخره، در دنیا برباد است، مستحق لعنت است، و در آخرت الله نجات بده. یا کی بودن؟ اینا اولاد انبیا بودن که این کار کردن، همین مردم. و ما لهم من ناصرین، نیست از برای از اینا مددگار. الله ما شما رو نجات بده. کسی از عذاب الله اینا رو نجات داده نمیتونه، کسی نصرتشان کرده نمیتونه. حال بعض لجاجت از اینا را الله بیان میکند. علم تر ایل الذین اوتو نصیب من الكتاب یدعون الى کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولا فریق منهم وهم معرضون. نمی بینیم به طرف کسایی که به اونا داده شده یک حصه از کتاب، کتاب تورات، علم داده شده. یدعون الى کتاب الله، دعوت میشن به کتاب الله که تورات است، لیحکم بینهم تا که فیصله کنه در بینشان. ثم یتولا فریق منهم، باز اعراض میکنه جماعت از اینها، و هم ماریدون، در حالی که اینا کامل روی میگردانن. حال میگه نمیبینی؟ آیا علم تره؟ ای تعجب نمیکنی ای پیامبر؟ یا بعضی میگه رسول الله صلی الله علیه و آله میگه، بعضی میگه مخاطب، میگه هر مخاطب، تعجب نمیکنی با کار اینی کسایی که برشان کتاب داده شده؟ صیغه تعجب است که الله رسول الله صلی الله علیه و آله تعجب میندازه. میگه یو علما یهود ببینین، او تو نصیب من الکتاب، داده شده یک حصه از کتاب. بعد میگه نیمچه ملا بود، بعد میگه نصیب اینه کامل خوب پخته علما بودن، بعد میگه که نه نیمچه ملا بودن اینا. یدعون الى کتاب الله، دعوت میشن به کتاب الله، کتاب الله تورات است که بیاین فیصله کنه در بین تان. دو تورات اصلی دو وقت وجود داشت و دو صفات رسول الله هم بود، احکام بود، بسیاری احکامش مشابه قرآن بود. دعوت میشن که بیاین خیم کتابتان قبول کنین. چی میکنن اینا؟ یدعون الى کتاب الله لیحکم بینهم، تا قضاوت و فیصله کنه در بینشان. بیاین که اینم کتاب خودتان در بینتان فیصله کنه که شما برحق هستین یا نی، همین عقیده تان صحیح است یا نی، یا اعمالتان صحیح است یا نی. یا چی میکنن؟ ثم یتولا، بعد از این اعراض، بعد از این که دعوت داده میشن، اعراض میکنه یک جماعت کلان از یا بزرگترین جماعتشان از قبول حکم دستور الله. و هم ماردون، در حالی که اینها تاکید از دینجا همیشه اعراض، طبیعتشان چیست؟ طبیعتشان عدم قبول حق، قبول حق رد کن، با باطل اصرار کردن، با باطل محکم بودن. مفسرین در اینجا هم واقعی یهودی ها را بیان میکنه که فیصله را برد یهودی ها به رسول الله سلام، یک کسی زنا کرده بود، در کتابشان همی بود کسی که زنا کنه، مرد باشه خانم داشته باشه، خانم باشه شوهر داشته باشه، جزایش چی است؟ جزای سنگسار، در کتاب خودشان بود. اینا فیصله را آوردن به رسول الله سلام که آوردن
لما زنا منهم اثنان، دو نفرشون زنا کردم. فحكم عليهما بالرجم، رسول الله صلی الله علیه و آله سانسار میشه، ببره سانسارش کن. فعبو اینا انکار کردن، گفتن نه. قالوا گفتن لا نجد في كتابنا الا التحميم، ما در کتاب خود پیدا نمی کنیم، در تورات ما در تورات کتاب ماست نیست مگر تحمیم، روی سیاه کردن است، روش سیاه کو سر خر سر چپه بشان بگردم، اینی است. فجیع رسول الله بیارین تورات، فجیع به تورات آوردش به تورات، فوجد فيها الرجم، رسول الله صلی الله علیه و آله رجم پیدا کرد. حتی یک عالمش آورده بود دست دم سر آیت رجم مانده بود، این تو میگفت اینه صاحب سایکو باز عبدالله ابن سلام عالمش بود، گفت دست زیر بالا، دست را بالا کرد که آیت رجم پنهان کرد، آیت رجم پیدا کرد. فروجی ما با رسول الله ببرین سنگسارش کن، سنگسار شدن اینا غضبناک شدن. الله لتشنیع تقبیحشان کرد، یعنی دعوت میشن به کتاب، یدعون الی کتاب الله، با کتاب الله تورات خودشان دعوت داده شدند تا که فیصله کنه، باز اعراض کردند. مثل که یک مشابه از اینا بعضی میگه که چیز است نه، امی میلاد تجلیل کردن، مثلا یک مثال کوچک است، مثال ها زیاد داره دیگه، مثال های کتر رو نمیگم، من خوردش ها میگم. خب وقتی که میگیم میلاد بدعت است نیست، میگه وید این احترام پیامبر است، خب قرآن قبول نداری نی، سنت قبول نداری نی، ما کتاب های مذهب خدا، خواهد کتاب مذهبش برش بکنی نشان بده، قبول نمیکن. فتاوای حقانیه را برو سکو دارلوم حقانی، میگه بدعت قبیح هست. دیگه بسیار فتاوای رشیدیه، کلانترین مفتی دیوبند، مفتی کفایت الله یا دیوبندی خدا میگیرن، نه قبول نمیکن. یا کسی را بگوی که میگه من با قانون فیصله میکنم، این کتاب الله بیا قبول کنم، یعنی میره در دیگه کتاب نه؟ اصل خواهشات است. خب این کسایی که زد و اینا داره، هر قدر که برش از اون کتابش نشان بده قبول نمیکن، زدی و اینا دیستن. ذالک بانهم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ذلك معذاب بأنهم بسبب عزيزكي يهوديا قالوا قفتا لن تمسنا النار حرقز بما تشنا ميرسات ايج إلا بالفرز اگه برسات أيام معدودات يك چند روز شمار کرده شده ميباشد و غرهم فی دینیم، فریب داده ای سینار دینشان، ما کانو یفترون، قصایی که اینا جور کردن با الله، افترا و دروغ جور کردن. فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه، چیگونه از حالت از اینا وقتی که جمع کنیم اینا را، لیوم در روز لا ریب فیه که نیست شک در آمدنش، و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون، پورا داده میشه هر انسان او اعمالی را که کسب کرده، و هم لا یظلمون ظلم نمیشه به بالای از اینا. ذلک بانهم، الله در اینجا تقبیحشان میکنه، دیگه عملشان دلیلش بیان میکنه که ذلک همی اعراض از اینا از کتاب الله، چرا قبول ندارن حکم کتاب الله را، فیصله را به طاغوت میبرن، به سبب چیست؟ قالو می به سبب عزیز که میگوین لن تمسنا النار، هرگز به ما آتش نمیرسد، افترا میکنن با الله. و دیگه میگن ما بچای انبیا هستیم، آتش به ما هیچ نمیرسد، الا اگر بالفرض برسه ایام معدودات، یعنی چند روز شمار کرده شده، 40 روز که گوساله را پدرای ما عبادت کرد، یا 2 روز یا 15 روز دیگه نیست. سعی کنین، الله میگه این عذاب به این خاطر است که اینا دیگه گناهشان است، گناه میکنن با میگن ما در آتش نمیریم، چرا ما با ما سعید هستیم، ما اولادی هم بیاستیم، اگر بریم یک چند روز است. اکثر مردم افغانستان هم میتوره است، گناه کده میره چیز جرم جنایت، اگر بگوش در آتش میری خودت، میگه نه نمیریم، مگر بریم یک چند روز میریم با پیامبر شفاعت ما را میکنه، نه نی تو میگه. الله میگه ما در کجا گفتیم که جرم جنایت کده برو، حتی کفر و شرک کده برو، با تو را در جنت میبرم، در کجا گفتیم؟ و غرهم فی دینیم، فریب داده ایش اینا را در دینشان، مکان و یفترون، آن افترایی که اینا میکنن با الله،
افترایی که میکنن این می افترا اینا را فریب دادگی است، فریب دادگی است اینا را در دینشان چیزهایی را که اینا افترا کردن، افترا یعنی با الله دروغ جور کردن که شرک میگه شرک بکو با عقیده شرکی دنیا برو و هم چند روز. مثلا اگر این کافرها 60 سال کفر کردن بگن ما در جهنم نمیریم، مگر در 60 سال کفر ما میریم بعد از جنتی میریم. نه، الله میگه با عقیده کفری دنیا رفتی به همیشه در جهنم است، کی در برای چند روز میباشی؟ فکیف اذا جمعنا هم آل میترسون الله اینا را چگونه از حالت جا در روز قیامت. اذا جمعنا هم زمانی که جمع میکنیم ما اینها را، الله میگه کلشان جمع میکنیم هیچ کدامش نمیماند، کلشان الله میگه جمع میکنیم. لا ریب فیه لیوم، از برای روزی که نیز در شک در آمدن از او. چگونه حالت از اینا هست؟ چطور خدا نجات میتن؟ سیار سخت روز است. و وفیت کل نفس ما کسبت، پورا داده میشه هر انسان و اعمالی را کسب کرده، یعنی جزای عادلانه داده میشه با مو اندازه جرمش. و هم لا یظلمون، ظلم نمیشه به بالین زینا به زیادت عذاب که عذاب زیاد شود نه، یا ثواب کم شود نه، با مو اندازه جرم جنایتشان. اندازه چیه؟ کفر شرک بود ابد و همیشه، زیرا اگه اینا در دنیا 1 میلیارد سال برش عمر داده شد اما قدر کفر میکنن. پس در اینجا الله این گپ از اینا که ما چند روز میباشیم ایره رد کرد.